خب به نام خدا عرض ادب مجدد دارم خدمت تک تک عزیزان موضوعی که انتخاب کردم برای گفتگو و بحث با این تیتر هست با این مضمون هست که از دست لیبرال ها چه باید کرد داخل ایران لیبرال ها کسانی که سالها در حکومت جمهوری اسلامی مناسب خیلی مهمی هم داشتند یعنی بخشی از رشد یا ضعف در سیستم سهم اینها هست اما نکته ای کلیدی اینجاست ما در یک مقطع زمانی خیلی حساس قرار داریم جایی که تصمیمات به هیچ عنوان نباید اشتباه گرفته بشه جایی که شما فرصتی برای اشتباه ندارید جایی که شما باید برای رسیدن به هر آنچه که سهم شماست تلاش کنید و هوشمندانه بازیگری کنید هر مهره شطرنجی که از سمت شما و دیگر کشورها و هجمونها حرکت داده میشه آینده چند دهه فرزندان ما و مردم ایران زمین هست در مقطع کنونی شاهد وضعیتی هستیم بیاید اول یه نگاهی به گذشته بندازیم لیبرال های داخل نگاهشون چه مدلیه خب مرحوم هاشمی اون شعار اواخر عمرشون هست دیگه خیلی کمک کننده است بارها هم ازش استفاده کردن مثلا مرحوم هاشمی تو یک نقطه ای در اواخر اونشو فرمودن که به این نتیجه رسیدن که دنیا دنیای موشک نیست دنیا دنیای گفتگوست گفتگو و خیلی جاها تو مباحث برجامی اشاره می شد که چرا سپاه موشکی رو در واقع تست کرده که روش زده مرگ به اسرائیل و خیلی از مسائل و به اینجور مسائل مربوط میدونستن نگاه اونها یک نگاه اقتصادیه و معتقد هستن که فقط بعد از دهیچه اقتصاد وارد بشیم و علاوز اقتصادی با دنیا آشتی کنیم ما چرا چهل سال با دنیا سر جنگ داریم این روی کردی هستش که اونها دارن روی کرد گفتگو با آمریکا عادی سازی روابط توسعه اقتصادی قشنگ زیباست اما آیا قابلیتش رو داشت بذارید بذارید از اینجا شروع کنیم چون خیلی زیباست این این یه تیکه خیلی قشنگه خیلی قشنگه یه سمفونی واقعا زیبا داره نواخته میشه برای اینکه دارن رهبران اروپایی به اوکراین پیشنهاد میدن که اگر زمانی که ما صلاح دونستیم شما رو عضو ناتو میکنیم ولی شما جدا از دست اون بخشایی که روسیه گرفتن رو به رسمیت بشناسید یعنی ما اوکراین رو عضو ناتو خواهیم کرد یه روزی اگر تشخیص بدیم که با روسیه که نباید به جنگیم داریم فرو میپاشیم اون موقع تو رو عضو ناتو میکنیم که بپذیری اوکراین جدیدی باشه اون 20 درصد خاک 30 درصد خاک رو از دست دادی ای چه جالب با غرب بحثی تمام سیاست رو در اوکراین پیاده کردی در مقابل روسیه مردمتو تو آواره کردی زیر ساخت های کشور کلا از بین رفته اقتصاد دیگه اونجا معنا نداره نقاط استراتژیک و راهبردی کشور رو از دست دادی هر آنچه که بوده حالا باید 20 درصد رو هم بدی بره که عضو ناتو باشی خب ببخشید شما همه این 20 درصد خای که اوکراین دست داده رو ازش بگیری دیگه اوکراین لحاظ جغرافیایی چه اهمیت استراتژیکی داره که روسیه بخواد بهش حمله کنه مثلا تهدید دست به ناتو باشه تمام مسیرها تسلط کامل روس ها بر دریای سیاه انتقال انرژی حالا بالا یه, نقطه اودسا رو اگر بخواد بگیره به راحتی به اروپای غربی شرقی میتونه خطوط لوله تعریف کنه تجارت کنه اصلا دیگه اوکراین دیگه اهمیتی نداره آو فراموش کردم بعد بین اشاره کنم که البته اوکراین با زبان دنیا داره کار میکنه این ارزشمنده اوکراین بوشک ها اتمش داد رفت تمام تسلیحات قدرتمند بازدارنده شو داد رفت با زبان دنیا تعامل کرد ارزشمنده و اونجا مردمشون آزادن روزنامه هاشون آزادن رسانه های آزادی داره ایرادی نداره اگه بخشی از این خاک دست رفته عوضش عضو ناتو شده دیگه اینها جزوی از جهان غربن این این هم هر حال یک نگاه دیگه چرا این نگاه خیلی مهمه که بهش بپردازیم پر چون قرار یک روزی هم ما این شکلی باشیم قرار یک روزی هم ما در همسایگی آذربایجان ارمنستان طالبان عراق پاکستان کشورهای عربی اسرائیل روسیه نگاهمون اقتصادی باشه بریم با آمریکا ببندیم خیلی خب آمریکا از اوکراین چی خواست در شروع محاصره روسا برای حمله به اوکراین گفتگوی در ترکیه اتفاق افتاد و واقعا حتی پوتین گفت شفاهی بگی عضو ناتو نمیشید آمریکا گفت نه تو بعد عضو ناتو بشی هر وقت ما صلاح تونستیم و به جنگی تا زمانی که ما صلاح تونستیم خب ما الان با غرب بستیم شکل اقتصادی گرفتیم امنیت اون با کیه او حتما قرار تامین میکنه بله برای لیبی هم تامین کرد آقای معمر قذافی قرار داد بس با فرانسه و انگلیس که وقتی که موشک ها میره پهپاد ها میره مسائل اتمیش میره اینها ازش حفاظت کنند و الان زنان لیبیایی در بازار برد فروش ها به چند درهمی معامله میشن خب این اینکه نگاه لیبرال ها توی ایران هست یک نگاه اقتصادی که موشک شلیک نشه سپاه از همه مباحث اقتصادی و اینا بیاد بیرون بره توی پادگان سپاه برگرده توی پادگان سپاه حضور نداشته باشه دولت دست دولت باشه احتمالاً حدود اختیارات رهبری کاهش پیدا کنه و خیلی از این مسائل خیلی خوب ما الان سپاه و فرستادیم توی پادگان خوبه؟ حدود اختیارات رهبری هم که بنده خود اصلا دخالت نمیکنه چه تو افزایش قیمت بنزین تو تو بحث های برجامی اومد ایشون یک سری مفادی رو تعیین کرد که آقا اینا خطوط قرمز نظام اون هم که مرات نکردید حالا الانم هم و هر میشه میگن وقتی برجام رو مسئول تایید کرد رهبری کلی تصمیمات دولت رو تایید نکرده همیشه گفتن تایید میکنم و نمیاد میکنم الان اگر جای آقای روحانی آقای جلیلی بود برجام اتفاق میافتاد نه اون موقع هم رهبری حمایت میکرد رأی مردم بوده رئیس جمهوری انتخاب کردن منتخب بوده حالا ما حدود اختیارات را ببخشید من لحظه اینترنت هم قطع شد او تصویری که ضد انقلاب ساختم بعد شد خط زبانی لیبرال های داخل خدایش این که واقعیت نداشت ولی میگیم چشم حدود اختیارات رهبری هم از نگاه شما کاهش پیدا کنه نه, نه در قانون اساسی مثلا رهبری ورود نکنه رو تصمیمات شما اینطوری میگید دیگه با یک زبان نرم میگید که حساسیت زا نباشه ولی منم مستقیم اشاره میکنم شما نگاهتون این مدلیه خیلی خوب سپاه رفت و پادگان ها رهبر هم آقا ده ده صد درصد اختیارات رو داد به شما برید کار کنید خب من, من به شما میگم چه اتفاق میفته ما شرکت های غربی رو میاریم تو بخش گاز نفت میان تمام داده ها رو در میارن خارج میشن اتفاقی که میفته اینه اتفاقی که میفته ما اجازه نداریم با چین کار کنیم آقای روحانی چرا با چین قرارداد نبستی چون غربی ها ناراحت میشدن رفته بودیم برجام دیگه شجیپینگ و چرا باش نبستید تو ما, ما نمیخواستیم غرب احساس کنه که ما میخوایم با چین همکاری هامون رو گسترده کنیم خب این که همون شد که این که دوباره همون مسئله شد که شما باز هم استقلال نداری که این که ب... یه زمانی میگید سپاه دست ما رو بسته رهبری دست ما رو بسته خیلی خوب میری توی برجام قرب میاد بعد اون وقت جی پی میاد نمیتونید باش کار کنید این چی شد؟ اینکه همون شد شما این دفعه استقلال ندارید ولی نه از طریق سپاه و ورح... نمیتونید ببندید شما اگر می‌خواد با یک نگاه اقتصادی وارد مباحث بشید و بگید آقا موشک را بذاریم کنار خیلی خوب الان نظم جدیدی داره در دنیا ایجاد میشه به من بگید اگر این موشک ها توسعه موشکی نبود توسعه پهپادی نبود و تحمل هزینه های این توسعه بر مردم مردمی که هزینه ها دادن ما, ما همه هزینه شو دادیم با این توسعه موشکی پهپادی افتاده. محور مقامت ایجاد شده ما هزینه دادیم تک تک از این استادی به جان روز نشریات اسرائیلی مقاله می که چی شده ایران امترین نقطه منطقه است و ما تو دل جنگیم چه اتفاقی افتاده ما هزینه شو دادیم که امروز تو جنگی نباشیم خانه هامون ویران نشه هزینه شو دادیم حالا بیاید با اینکه شما نگاه کنیم آیا با اینکه اقتصادی شما بدون وجود موشک‌ها، ها, ها نیروهای مقاومت چه اتفاقی روی میداد واقعا چی میشد ما توی برجام میماتی سازی کردیم با آمریکا پهپادها ها مشکل کردیم شرکت های آمریکایی رو بردیم. حالا سرمایه‌دار رو پای رو آوردیم، اگه بیاد بخواد توافقی کنه اون توافقات هم ترکمان نباشه الان روسیه با آمریکا درگیره با اروپا درگیره چین با آمریکا درگیره میخواستیم چیکار کنیم آره آره من میدونم اینجا جنوب روسیه است ما میتونیم تحریم کنیم تمام مسیرهای روسیه رو ببندیم با چی ما که پهباد و موشکی نداریم اقتصاد که داریم با اقتصاد میتونیم تحریمش کنیم بله میتونیم مسیرهاش رو ببندیم علاوه از اقتصادی اگه روسیه تحریم شد به آمریکا چی ایرادی نداره آمریکا و اروپا تسلیحات میدن میجنگیم شمالمون از دست رفت مثل قفقاز آسیای میانه میگن ایبی نداره روز ناتو میکنیم یا شریک راهبردی غیر آمریکا میکنیم حالا اون بخش رو بدید بره مثل همون اتفاق زلنسکی افتاد اون وقت میخوای با ده ده مثلا جی دی پی برینا رو پس بگیری آره یا با تولید ناخالص داخلی میخوای این سرزمین ها رو پس بگیری با چی میخوای این سرزمین ها رو پس بگیرید ابزارتون چیه آه اقتصاد باز عدم دخالت بازار عدم دخالت دولت در بازار عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه رو پس بدید باش حتما اونا هم پس دادن اونها هم پس دادن و همچنان و همچنان اونجایی که ما ایستادیم اونجایی که ما قرار گرفتیم اون لحظه تاریخی که ما ظرف کمتر از دو سال شانگهای سازمان تجارت آزاد راسیا بیریز توافقات راه آهن تمام این توافقات در سطح امنیتی و نظامی و بازیگری در جایی که کیلومترها جنگ از سرزمین ما دور هست در جایی که هر کسی میخواد این منطقه منطقه از, این شکل خارج بشه فقط سراغ ایران میاد و شما که خدای منطقه اید دوستان هستن کسانی که با ذهنیت لیبرال همچنان دارن مصاحبه میکنن مصاحبه پشت مصاحبه یک روز در کانون وکلا یک روز در سازمان کنفرانس‌های های اسم های عجیب غریبی که روش دارن و توی اونها به یک چیز اشاره میشه روس ها نامردن ما باید به مردمون عزت بدیم عزت مردم و همه چی مهمتره پس سیاست رو تغییر بدیم بله با جی پی بریم به جنگ عربستان خنددار نیست به نظرتون دنیا دنیای درگیریه دنیا دنیای جنگه الان کشورها دو سه چهار تا شیش درصد چند درصد از جی دی پی اومده رو تسلیحات نظامی مبالغ مبالغ بزرگیه امروز نگاه میکنید چینی که شکل اقتصادی گسترده ای داره هیچگاه غافل نشد از وضعیت نظامی یعنی به میزان رشد اقتصادیش میزان نظامی کاملا تشدید شده من یک جای داده ای رو دیدم هنوز نرفتم سه سنجی کنم که اشاره میکنه توان لوجستیکی چین در دریا در از آمریکا داره افزایش پیدا میکنه بودجه های نظامی چینی ها هم داره بسیار بزرگ میشه همینطور روسا کشور طبیعی همه دارن بودجه های نظامی کاملا بزرگ میکنن تازه در اوج مشکلات اقتصادیشون دقیقا ما توی مشکلات اقتصادی زیاد هستیم ده. مشکلات اقتصادی زیادی داشتیم تحریم بودیم دقیقا تو چنین شکلی که الان اونا قرار گرفتن اونا الان تو روی کرده بی نظمی اقتصادی قرار گرفتن تنش نگاهشون این نیست که الان فضا اقتصادی دنیا خیلی سخت شده ما باید همه جور تمرکز بذاریم اقتصادمون رو بیاریم بالا حمایت گست نه داره جدی پیشو میذاره روی نظامیش چرا میگه الان وضعیت منطقه من تو اروپا تو هر جای دنیا که شما نگاه میکنید امنیتی شده بعد من بودجه نظامی مفزاش بدم بعد میفرماین که دنیا دنیا مشک نیست دنیا دنیای گفتگوه دنیا دنیای گفتگوه شیجیپینگ رفته دیدار بایدن زور زدن تازه یه خط کوچک ارتباطی نظامی بینشون برقرار شد اونم معلوم نیست برقرار با این تنشه دو تا ابرقدرت دنیا نشستن صحبت کردن یک دونه مورد اشتراکی بین اینا نبوده یه دونه نبوده میدونی قرار کار کنن؟ قرار بودجه نظامیشون زودتر کنن جای نظامی بزرگشون رو بزرگتر کنند اون وقت لیبرال های ما همچنان میشینن میگن عزت مردم در اقتصادشون اقتصادشون رو درست کنید با, با, با چی درست کنیم اقتصاد رو؟ با گفته دموکراسی دموکراسی خیلی خوب ما الان همه رو جمع کنیم سپاه میفرستیم توی پادگان ها میگیم اصلا رهبری هیچ کاری نداره شما صفر تا صد حاکمید برید اقتصاد رو درست کنید میدونید چه اتفاق میفته یه دی باز میان بر رأس کار میخورن اشرافی گری میکنن میدوزن ارزش چارزاریستی بساتش رو راه میندازن هفتا میلیارد دلار پول این کشور رو که نزدیک به دو سال فروش نفت ایرانه توی این ارزای 4200 ها پولی میکنن بچه هاشون تمام دنیا رو مثل مارکوپولو پولو میچرخن ما هم همچنان منتظریم که زبان دنیا زبان گفتگوه یه, تا... یه تاثیری بیاد تو این صفحه ما نه خبری نیست این خط تا کی قرار ادام پیدا کنه واقعا دیگه حوصله خارج شده تا کی باید این مدل باشه بعضی وقتا قبطه میخورم من آدم بسته ایستم شما میدونید من همیشه تو گفتگو موضوع رو باز میذارم با مخاطب حرف میزنم بندش هستم اشتباهات هم میپذیرم هر انسان ایراداتی داره طبیعیه اصلا آدم بسته ای نیستم چند صدایی رو دوست دارم و اتفاقا همیشه میگم با اینک های مختلف مسائل نگاه کنیم ولی گاهی به چی میخورم به نظرم مثل اونجا تک صدایی هست باید زرشتشون شده تک صدایی یعنی شما فیلترینگ چینی ها که نگاه میکنید تو بخش اینترنت تو بخش پیامک ها گفتگوها بیش از دو میلیون نفر کنترل میکنن شما چه مواضعی دارید چیکار میکنید چیکار نمیکنید بعد امتیاز شهروندی من بر اساس امتیاز شهروندی که میگیرید خدمات میگیرید دارن بسته افتاد میکنن تکسیده ایجاد میکنن ولی وقتی نگاه میکنن میبینم هرچی که هست هر سیاستی که هست دارن روش میکنن والا ما هرچی نگاه میکنیم چند صدایی تو هر جای دنیا یه پردازی میبینیم به جز آقای بدبخی چیزی نبوده با اینکه معتقدم باید چند صدایی باشه حداقل توی ایران چند صدایی همیشه بوده نمیشه بستش چی نیست که ما اونا الازریش های فرنگین این بهشون کمک میکنه اما مگه میشه وسط, وسط تنش جهانی جایی که من من دو سه سال پیش تحلیل میکردم راجع به نظم نوین جهانی بهم به میگفتن دیوانه متوهم خب طبیعی بود و بس واقع خیلی اصلا قابل درک نبود چی خودش با آمریکا تجارت داره چرا باید بره به جنگ الان قدی عادی شده دیگه الان همه میدونیم دنیا داره میره به سمت یا دنیا سوم یا نظم جدای نظم قبلی الان همه چی تغییر کرده دیگه اینا همه همه با گوشت و پوست و استخون تو اخباری که روزانه میاد از فضای جهانی تو تحولات که با سرعت عجیبی هر کدوم بعد تو یک دهه اتفاق میفته پشت سرم تو یک سال اتفاق میفته از آفریقا و آمریکای لاتین و منطقه ما و تا قفقاز و آسیای میانه و اروپا و شرق آسیا و همش با هم دیگه همه روی این اتفاق نظر دارن این دوستان این رو هم قبول ندارن الان الان همه کشورها دارن میرن به سمت سیاست های اقتصادی که در داخل سرمایه گذاری کنن اصلا شکل اقتصاد جهانی تغییر کرده شرکسایی داره تغییر میکنه همین امروز روسیه حالا با خام دکتر تحلیش خواهیم رفت همین امروز روسیه که کلا دلار رو گذاشت کنار کلا یعنی ارزش روبل از دلار هم افزایش پیدا کرد کلا دیگه دلار رو گذاشت برای همیشه کنار خیلی تجارتش بزرگه 130 میلیون جمعیت داره یک جغرافیه گسترده است اینا اینا هنوز این هم قبول اینم قبول ندارن هنوز با اون روی کرده که خب ما بریم با دنیا صحبت کنیم هنوز نمیدونن الان اون دنیای نیستی که اون دنیا تخت قطبیه نیستشا عزیزم اون رو الان یه دو سالی هست که روسی حمله کرد به که اصلا کلا پروندهش بسته شد الان دنیای ایجاد شده که توی بینظمی کشور دارن تلاش میکنن تو تو رقابت تخاصم جنگ ائتلاف اینو به نفع خودشون سنگین کنن هنوز کلمه دنیا رو استفاده میکنن میگن جامعه جهانی ایران رو پس زد جامعه جهانی ما رو تحریم خواهد کرد جامعه جهانی این سیاست ها بر نمیتابه ما باید بریم با دنیا تجارت کنیم آقا شما اول تعریف دنیا رو بدید تو این دو سال ببینیم این دنیا چه شکلیه شما هنوز اینو قبول ندارید هنوز اصلا نمیدونید چه خبره تو باغ نیستین انگار دقیقا دنیا که میگی کدوم چینه آمریکا روسیه است ناتو اروپا از کجاست دقیقا این دنیا دقیقا با کجا ما باید بریم کار کنیم الان آهان با سپاه باید بره تو پادگان ها یادم رفت اینجا رو سپاه باید تو پادگان ها شما برید با دنیا صحبت کنید موشک رو جمع کنید پهپاد رو جمع کنید مردم ایران عزت میخوان عزت مردم ایران رو با اقتصاد بدیم سر صفره خیلی قشنگ از آزادی ویستی میذاریم کالا میاریم براتون ایرادی نداره میدیم به بچه های خودم بیرون، عزیز آقایی تنن میشناسیم بهشون هیچ مشکلی نیست، نگران نباشید منم خواستم برم سفر، برام تختم و با خوشخوابم رو بفرستید سی سه تاشتی من بفرستید که من عادت ندارم، که من هم قول ای بابا، ما تا هنوز منتظر باشیم که نخبه های سیاسیمون توی فضا سیر کنن یه, یه مقدار توقع داریم ما از نخبه های دیگه حتی قل لیبرال هستید یه مقدار دیگه الان دنیا رال شده دیگه یه تلفی بدید دیگه یه ذره از عینک نظامی و شرایط دنیا و این نظر عجیب غریبی که الان توش قرار گرفتیم و خب یه کوچولو هم تغییرش بدید ما ببینیم چی میگی اصلا الان نگاهتون چیه من نمیدونم نگاه شما چیه انگار که شما تو خواب اصحاب کفید انگار خوابیدید نظام دنیا تک قطبی بود داشت شد از بیرون نیومدید فکر کنید تک قطبیه خسته میشه آدم یعنی من میگردم دنبال جریان های سیاسی داخل واقعا دوست دارم الان او یه بحث های به بین احزاب باشه توی اینکه دنیا داره به چه سمتی میره چه تصمیمات راهبردی ما باید بگیریم شکل اقتصادی بر اساس فضای کنی چه مدلی باید باشه نظرات مختلف داده بشه جامعه ایرانی در این ورطه تغییر جهانی باید چه سبکی داشته باشه نگاه جامعه شناسی چیه روان چیه ریشه های فرهنگی چیه حاکمیت ما باید با چه دست فرمونی جلو بره با باید ما با با برای همراه کردن مردم با این شکل از فضای بین از در دنیا تصمیماتی بگیریم چگونه مردم رو آماده کنیم رسانه ما باید چه تغییراتی کنه بودجه های ما شکل اقتصادی اصلا خبری هنوز طرف میاد میشینه میگه شک رو جمع کنید نیروهای محور مقاید جمع کنید مردم از جنگ خستن جنگ بشه مردم میمیرن مسئولی هیچشون نمیشه ای بابا عجب غاریه چه وضع دیگه ما همین دنیا نخبه سیاسی داره ما نخبه سیاسی داریم حداقل دو تا موازه قشنگ بگیرید بنام بگیم بابا ببینید دکترین وزیر خارجه سابق ما وزیر فلان سابق ما این بوده یکی نگاهی به آینده پیش روی دنیا داره بعد هم یه سری از اساتید که اصلا هیچ کس نمیشتاس اینا رو والا من نمیدونم اینا کلا کجا اسمشون اسماشون کجاست فقط یه, یه اسم میاد استادیار دانشگاه فلان پیام میده که امیدوارم دولت هواش باشه با روسیه اگر باید کار کنید به گذشته فکر کنید درس بگیرید ای با با این هم استاد دانشگاه ما شد عجبا سخت کل ساختار سیاست خارجه مستادیار دانشگاه تهرارمون تو سه خط گفت به گذشته نگاه کنید درس به راقه به ها باشید سمتشون ندید اخیه جیزه این وضعیت نخبگانی ماه این وضعیت نخبگانی جامعه ماه واقعا جامعه ایرانی لیاقتش این فضا هست نخبه های ایرانی لیاقتشون اینه ما بعد اینا رو بخونیم روزانه واقعا قابل درک نیست واقعا زننده است واقعا معیوس کننده است ناامید کننده است اینجا یک جامعه چند صدای پویاست این که نال هر کاری ها این نوع کنشگری شما باعث سرخوردگی جامعه ایرانی میشه این نوع سطحی از سطحی نگری ترین نوع و دیدگاه نسبت به فضای بیرونی و داخلی باعث سرخوردگی ما میشه من باید راجب به چکترین مسائل آمیانه بیام در حتی با یک وزیر یک مسئول من موزه بگیرم و توضیح بدم که آقا این چیزی که میگی اصلا پاسخش مشخصه خیلی ساده است منصفانه نیست واقعا منصفانه نیست و ما واقعا به این نقطه رسیدیم که گاهن مخاطب من وقتی من پیام میده مخاطب من وقتی من پیام میده میمیسه آقای ندیمی پاسخ اینا رو ندی سطح برنامه پایینه بیایید بباس با خودتون عنوان کنید و من واقعا خجالت میکشم میگم راست میگه ما ما از دست این لیبرال ها باید چیکار کنیم چرا ستون پنجمی رفتار میکنید او این مملکه از سال تو وضعیت اصفنا که حالا یه شانس پیدا شده این بیچه اسپیم دو دستی بیچه اسمیمش دو دستی چرا همش روی که تقابلی داریم مگه ما روشنگر روشنگر هستیم روشنگری که مثلا مباحث ایدئولوژیک نیم قبول نداره روشنگری که نقش خودش رو در مخالفت با حاکمیت تعریف میکنه و تلاش میکنه همه کنشگری شده در این مقام بدون یک روی ایدئولوژیک دنبال کنه مگه ما شما روشنگرید شما فعال سیاسی هستید بیاید روی زمین بحث کنیم چه تو فضا سیر میکنید واقعا یک روزی توی این کشور قرار باشه یک همه پرسی اتفاق بیفته سوالی که توی اون همه پرسی هست این نباید باشه که جمهوری اسلامی آری یا نه واقعا سوالی که مطرح میشه بعد این, باشه که آیا شما به لیبرالیسم های داخلی همچنان اعتقادی دارید واقعا من درک نمی کنم وضعیت عجیبیه اما خب یه مقدمه من طولانی شد بذارید اجازه بگیرم از شما دوستان چون الان من میکروفون های رو میبینم که دستشون بالاست وارد این بحث بشیم که صدای گرم دوستان رو بشنویم و من آقا امیر عزیز رو میکروفونش رو باز کردم دو تا دیگه دوستان رو هم میکروفونش رو باز کنم چون ممکنه بره پایین و ما نبینیم همینطور آقای علی هور و آقای آرش امیری دوستان من میکروفون شما رو دسترسی شما رو باز کردم هر کدومی که امکان صحبت دارید من آقا امیر رو میبینم به نظر امکان صحبت دارن امیر جان سلام صدای من رو داری؟ سلام آقای سلام سلام عزیزم صداتون رو داریم و شنونده این با افتخار خیردتمندم خدمت شما سلام عرض میکنم و همه دوستانی که تشریف دارن یه سوالی داشتم آقای ندیمی من همیشه این سوال برام بوده که صدای من داری؟ کام کاملا شنونده هستیم من در مورد پاکستان سوال داشتم و میخواستم از شما بپرسم میخواستم ببینم که اگر روزی روزگاری یه در واقع رویارویی تمام عیار بخواد در این مرحله اتفاق بیفته نقش پاکستان این وسط چی هستش ممنون میشم به این سوال اگه پاسخ درود بر شما ببینید ما با کشوری رو برستیم به نام پاکستان بله یک فقط امیر جان تو باشه صدا میکنش من خدا خدا بحث میکنم. من میکنم. بزرگ بارید. عزیز دل من هستید خدا حافظتون باشه مهم. ببینید ما با, 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 پاکستانی رو هستیم که یک دشمنی داره به نام هند یعنی اینا هم دیگر دشمن تعریف میکنن ما با پاکستانی رو هستیم که هیچگاه به خاطر شکل کشوری که ایجاد شد قومیت هایی که هستن مثلا در مرز با افغانستان شما پشتون ها رو دارید یعنی همیشه پاکستان یا باید بخش پشتون های افغانستان رو جذب کنه یا بخش پشتون ها دست بده یکی چه این فضایی براش هست یا در مرز با ما یا در مرز با هندوستان شما با پاکستانی رو برستید که دولت ملت نیست با پاکستانی رو برستید که از زمان زیاد حق پرویز مشرف خانواده شریف امران خان هیچ نخست وزیر دورش رو تمام نکرد و ارتش حرف اول رو زده با پاکستانی رو برو هستید که منابع نداره با پاکستانی رو برو هستید که با یک جمعیت خیلی زیاد رو بروه با پاکستانی رو برو هستید که از شط العرب تا کوههای هیمالیا مرز داره این مرز خیلی زیادی داره و رودخانه پنجابی که خودش تحت امنیتیه با پاکستانی رو به رسید که ساختار نظامی ارتشش به آمریکا خیلی وابسته است و اتفاقا برای موازنه قدرت با هند باید با چین بازی نزدیک کنه حالا این پاکستان دو تا شکل داره یک شکل پاکستانی هست که میتونه تو موازعی از تقابل غرب و شرق نزدیک به غرب بازی کنه پوانهای بگیره مثلا ایران با عربستان در تخاصم هست پاکستان مرزهای ایران رو کمی با سهولت قرار دادن در اختیار نیروهای تندروی در واقع مخالف جمهوری اسلامی مرزهای ایران رو به چالش بکشه علاوه امنیتی عربستان هم یکی دو سه میلیارد دلار بهش پوان به با پاکستان رو برستید که میتونه کمی از چین فاصله بگیره ترهای چین رو به ترویق بندازه و از امریکایی ها پوان های کوچکی بگیره یا معکوس اما اینو فراموش نکنید به همون میزان که گاهن میتونه بین شرقی ها و غربی ها یا کشورهای منطقه کمی کفه ترازو رو بالا و پایین کنه و پوان بگیره با پاکستانی هم رو برستید که بیشترین آسیب رو از فضای تخاصم بین کشورها داره می‌بینه. هر گونه تنش هر گونه درگیری در سطح جهانی هر گونه ناامنی در سرمایه گذاری در ژئوپلیتیک هر گونه افزایش قیمت انرژی برای پاکستانی که انرژی نداره وابسته به واردات تورم افسار گسیخته است جمعیت گسترده داره که این جمعیت شکلی از قومیت در اون ناسیونالیسم قومیتی در اون موج میزنه و به راحتی میتونه تحولات تنشگونه داخلی پاکستان تشدید بشه از حزبی به حزب دیگه از قومی به قوم دیگه و, و هر کدوم از این تنشهای داخلی میتونه به جنگ کشیده بشه میتونه به تخریب زیر ها کشیده بشه یک شنین پاکستانی واقعا شرایط عجیب غریبی داره این پاکستان نمیتونه بازی بزرگ کنه چون به راحتی میتونن در داخل پاکستان رو بریزن به هم این پاکستان نمیتونه بازیگری نکنه چون تحت هر شرایطی آسیب پذیره نسبت به دعوای هجمون ها و ازش خواسته رو خواهند خواست که برآورده کردنش برای هر سمتی تبعاتی برای خود پاکستان هم داره شما نگاه کنید الان تینی ها اومدن بعد از اینکه در واقع حسن روحانی رئیس جمهور سابقمون دست رد به شجیمپین گذاشت اومدن ستون کار گذاشتن رو پاکستان این همه سرمایه گذاری ولی پاکستان آیا بازی بلک شرقی میکنه نه اساسا خانی که اومد بازی بازیگری کنه ارتش سری برداشتش گاهی فکر میکنم کار درستی کردن وقتی از عینک ایران نگاه نمی کنم و از عینک پاکستان به این نتیجه می رسم که پاکستان جایی نیست که بخواد بازی بزرگ کنه و بازی امران بازی بزرگ بود بدون ابزار قدرت شما ایرانو ایران رو نگاه نکنید ایران ابزار قدرت داره ایران نفت داره گاز داره چهار فصل منابع داره ابزار قدرت داره محور مقاومت ایجاد کرده تسلیحات راهبردی داره همین الان اراده کنه چند میلیون نیروی رزم غیر ایرانی تو منطقه داره پاکستان اگه بازی بزرگ کنه براش بازی صفر و صدیه خیلی خطرناک و اتفاقا فکر میکنم کار ارتش برای کنار زدن امران خان از عینک پاکستانیا درست بود چون اونها شرایط پاکستان رو میشناسن اما اما تصور کنید چینی که سرمایه گذاری کرده چینی که این این موضوع رو نفهمید درک نکرد چینی که سرمایه گذاری کرده در پاکستان برای بازی بزرگ پاکستان باید منتظر باشه نظم جدید ایجاد چه خودش رو تعریف کنه نمیتونه بازی بزرگ کنه پاکستان راحت میتونه نام بشه شما اونجا احزاب سیاسی دارید که مثل لیگ فوتبال جایگزین میشن یعنی شما احزاب سیاسی دو اومدن پارلمان رو بردن نخست وزیر دادی نزدیک انتخابات میتونن احزاب, احزاب سیاسی تو که هر کدوم یک کرسی در پارلمان دارن رو با پول جابجا کنن بیارن تو حزب خودشون و حزب تو سقوط کنه مثل اینمونه که شما مثلا برید تو جریان اصلاح طلب ده پونزه نفری که بیس نفری که مثلا توی مجلس دارن شما بیاره تو حزب اصولگرا انگاه بازی کن دارن جا به جا میکنن بین استقلال و پرس پولیس چه این وضعیتیه یعنی کار سختی نیست برای آمریکا یا با حزنه پول و تحولات اونجا رو به هم بزنن و پاکستان بر همین شرایط رو ادامه بده همین شرایط رو اما این شرایط هم براش مفید نیسته. یعنی چی؟ یعنی اینکه چی؟ یعنی چین الان روی کردش رو از محوریت پاکستان برای پروژه کردن یک راه برداشته نگاه نکنید چرا 5 میلیارد دلار سه میلیارد دلار سه گذاری کرده الان اومده نزدیک افغانستان شما بگونید چرا وزی خارج افغانستان اومد تو ایران؟ برگشت گفت ایران برادری در حق ما به احتمام رسوند چون ایران پیوند زد افغانستان رو به چین اتوبانی که داره در افغانستان ساخته میشه به ایران متصل شه و همین طور به تاجیکستان افغانستان ما تو پروژه کردن من یک اول پاکستان هنوز هیچ چی به هیچ ایران و چین آوردنش حتی کریدور واخان که من راجعش برنامه رفتم چند ماه پیش چون من هر جور احساس میکنم کلیدیه روش برنامه میرم جلوتر من راجع به کریدور واخان برنامه رفتم گفتم چه نقطه عجیبیه مرز ن... نزدیکترین مرز برای چین از افغانستان و منطقه ما بخونه ارز کمی داره تو مرز با پاکستانه تو و نزدیک کشمیره و میتونه آسیای میانه رو به منطقه ما بس کنه و جایی که همیشه پاکستانی آرزو گرفتن شده داشتن به همین سادگی الان چینی ها دارن میان کارو شروع کنن و خان رو با در واقع در ترکیب اتصالی ایران افغانستان تاجیکستان آسیای میانه از طریق چین واخان رو فعال کنن و یک بود بسیار عادی به شبکه راه ها همه داره به سمت ایران میاد و پاکستان داره دست میده همه رو داره دست میده ما بی سر صدا داریم همه اینا رو میگیریم حتما اون تحلیق و... کویدار واخان من رو گوش بدید چون جایی هست که به نظر من نقطه اصلی اتفاقا پروژه کربن یک را بین ایران و چین رو همین کلیدار خواهد اومد بی سر و صدا بی سر و صدا به هر من کمی هم روی این موضوع ده طولانی صحبت کردم آقای آرش عزیز هم میدونم آقای علی هور هم هست تا هر کدوم از عزیزان امکان صحبت دارن صدا گرمشون رو بشنویم سلام علیکم صدا هست سلام اینادت صداتون هست آرش چا میشنویم شما رو شما جناب ندیمی من اول تشکر کنم از شما بابت همه زحمت هایی که میکشید ولی در مورد این لیبرال ها که میگید در مورد این ماجرای اخیر به نظر من جناب ظریف بدون هماهنگی با کلیت حاکمیت این حرفها رو نزدن و دو تا دلیل اصلی من به نظرم میاد که وجود داشته برای صحبت های ایشون یکی دلیل داخلی بوده و یکی هم دلیل خارجی دلیل داخلیش اینه که واقعا الان ما چه خوشمون بیاد و چه خوشمون نیاد 60 70 درصد مردم دقیقا تفکری رو دارن که جناب ظریف گفتن توی صحبتاشون و واقعا حالا میگم ممکنه ما خیلی هم دوست نداشته باشیم این ولی اونا خط مشی فکریشون رو از رسانه های خارجی مثل بی بی سی میگیرن و خب اینا باید یه نماینده توی حاکمیت داشته باشن به نظر من که فکر میکنم چیز درستی باشه و هم دلیل خارجی داره دلیل خارجیش هم اینه که ما باید بتونیم اون چی که تو میدان هزینه میکنیم و بتونیم توی دیپلماسی نقدش کنیم شما خودتون میدونید همه میدونید که این همین جنبش فتح توی قائله رو... سوریه طرف القاعده و جبهت و نصره و غیره وایستد اینا باید بدونن که این حمایت ما از اونها هزینه داره برای ما هزینه داخلی داره هزینه خارجی داره و بعدا دوباره فردا روزی نرن دوباره سمت مقابل ما وایسن و تیغشون رو به روی ما بکشن به نظر من میاد که این صحبت ها هماهنگ شده بوده و دلیل اصلیش هم اینا هست خیلی ممنونم وقتی جمعه نمیگیرم درود بر شما سپاسگزارم اما من اجازه بدید که این شما مخالف باشم با احترام چرا؟ چون روز اول رهبری جمهوری اسلامی ایران فرمودن که این موضوع فلسطینی ما اطلاعی نداشتیم کاملا مال فلسطینی است. در امتداد سیر حسن نسل این موضوع رو اشاره کردن کامل گفتن ما فرداش تازه تصمیم گرفتیم چکار کنیم از اطلاعی نداشتیم و آمریکا و غربی ها هم از کردن که نه تنها مدرکی ندارن بلکه معتقدن که کار ایران نبوده در ادامه بارها وزیر خارجه ما اشاره کردن که محور مقاومت و جریان های مقاومت منطقه اگر اسرائیل این وضعیت رو ادامه بده و جنایت کنه به تصمیم ایران نیستن ممکنه جنگ رو گسترده کنن و ایران نمیتونه جلو اینا رو بگیره اینا مستقل هستن شما داری پالسی رو میشنوید از رهبر جمهوری اسلامی تا بزرگترین رهبر بخش محور مقاومت حزب الله لبنان تا وزیر خارجه ایران تا این موضوع موضوع فلسطین و حماس بوده و اگر جنگی بشه محور مقاومت منطقه بنا به تشخیص خودش که از ایران تبعیت پذیری نره مستقل رفتار میکنه ممکنه وارد درگیر بشه اینجا چه لزومی داره آقای دکتر ظریف وزیر سابق اشاره کنن که ایران رو به جنگ نکشید جنگ مردم رو میکشه خب مگه رهبری فرمودن که ما اگر وارد غزه بشید کل ایران رو بسیج میکنیم جنگ اعلام میکنیم اعلان جنگ میکنیم حملات گسترده انجام میدیم شلیک میکنیم میخوایم بمب اتممون الان رونمایی کنیم من شما چنین چیزی شنیدید چرا آقای دکتر ظریف جوری وانمود میکنه که رهبر و نظام چنین نوع گفتمانی رو داشته چرا جوری به جامعه القا میکنه که ایران داره میره به سمت جنگ و ما, ما میگیم نرو شما وضعیت جنگ میبینید بین ایران و آمریکا در صحبت های رهبر ایران و رهبر آمریکا شما وضعیت جنگ میبینید بین ایران و آمریکا سفارایی که الان اعلان جنگ کردن خب این بحث فرق میکنه یه زمانی هست شما بازی میکنید دیپلماتیک توی اون بازی بازی میدان دیپلماسی اتفاق میفته گاهی میدان فشار رو تشدید میکنه دیپلماسی میره پهن میگیره گاهی اتفاقا میدان فشار کاش میده دیپلماسی میره پهن میگیره این یه بازی میدان دیپلماسی آیا صحبت آقای دکتر زریف شما بازی میدان دیپلماسی دیدید یا کاملا اتفاقا برایند رسانه دنیا در صحبت آقای دکتر ظریف اشاره به این داشت که جامعه ایران خواهان این هستش که سیاست های تهاجمی و جنگی ایران کاهش پیدا کنه و ایران حاکمانش به این سمت نرن مگه حاکمان ایران فضای جنگی گرفتن ما که تو بحث حمله روسی به حتی این رو هم علاوه حقوق بین الملل چیزی که خودشون هم مراد نمی‌کنن مراد میکنیم نه کریمه رو به رسمیت شناختیم نه نقاط دیگر ما حتی توی بخشی که با جمهوری آذربایجان تخاصمی که جمهوری آذربایجان داشت برای بستن مرز ایران ارمنستان باز هم قره رو که سه دهه پیش جزء خاک جمهوری آذربایجان میدونستیم پاش ایستادیم گفتن آقا این بحث سازمان ملل این بحث حقوقی ما به تمامیت ارضی همه کشور احترام قائلیم و اون چیزی که در سازمان ملل اومده همونه و قره رو با جمهوری آذربایجان دیدیم این آیا سیاست تهاجمی یا سیاست کنترل تنشه پس چرا جوری رفتار میکنن که اینطور دیده بشه که حاکمیت ما به دنبال جنگه این آقایون به دنبال این هستن که جنگ نشه مردم کشته نشن این چیزی که دارم به جامعه القا میکنم و این دروغ بزرگه خیلی دروغ بزرگیه من نمیتونم بپذیرم که صحبت های آقای دکتر ضعیف تاکتیکیه اصلا تاکتیکی نیست اتفاقا داره اتفاقی که روی میده این هست که جامعه ایران تحت تاثیر فضای رسانه و پمپاژ خط فکری که داره وارد میشه و به تبع اون اسات دانشگاه که من بهشون میگم اسات چند خطی پشبندش این خط رو میارن و جامعه این شکلی میشه رهبری و سپاه اینا میخوان ما رو وارد جنگ کنن آقای روحانی اینا نمیذارن پس شما بهید ببینید توی ثبت مجلس خبرگان رهبری مثلا بیانی آقای روحانی موضوعشیه چیه دقیقا همین پالسو میده ما داریم میایم نذاریم مملکت جنگشه ما داریم میایم مردم ایران می کشته نشن خب این دروغه این دروغه این چیزی که شما از حاکمیت دارید میسازید دروغه اینطور نیست همین رهبر بیش از سه دهه هست نقطه که دور تا دور ما تمام کشورهای ما درش جنگ بوده ما را از جنگ دور نگه داشته مگه همین الان ما را از جنگ دور نگه نداشته الان کجا داره جنگ میشه ببین رو الان روزنامه های استار ببینید دارن چی میگن میگن امتر جای منطقه الان ایرانه و ما تو جنگیم و حتی کشور عربی پیرامون ما ممکنه ممکنه اگه کنترل و خارج میشه باید جنگ بشن ولی ایران امن امنه ولی چیزی که دارن این آقایون مطرح میکنن کاملا محکوس این و یک دروغ بزرگ آقای علیه هور عرض عدب پشنبیم شما را صدای من رو داریم سلام عرض عدب خدمت شما همه عزیزان دلم صدای من رو داری جنم ردیمی بله عزیزم صدای شما رو داریم شنوند است اولا عرض تشکر از همه زحمات و شما جناب ردیمی عزیز و همه دوستانی که تو این هیت زحمت میکشند. من دو تا مطلب دارم اول یه گلایه مندی اینکه ما تا کی میتونیم چوب رسانه ضعیف رو بخوریم ببینید شما یه سری های مح... داخلی مطرح میکنید یک فضایی هست یه مثالی هست میگن که طرف آب ببینه شناگر ماهری این آب تا کی باید در اختیار خیلی از جناخا باشه میدونید وقتی ما برای ملت خودمون حرف رسانه‌ای حداقل کاملی نداریم و پر از ضعف داریم یک سری حرفها بولد میشه سری حرفهای اشتباه جا براش ایجاد میشه یک دوم اینکه یه اتفاقی به رویه سالهای گذشته همینجوری داره تکرار میشه که همین تبدیل اختش... اعتراضات مردم به اختشاشات ماحصل همین کار رسانه ای ضعیف و یک روند کنار گذاشتن مردم از یک سری تصمیمات داخلی هست حداقل شکل نمایش گونش به این صورته من این مثال خدمت شما میزنم آی رئیسی اومدن شرکت کردن در بحث ریاست جمهوری رأی بردن سری دوم یک ترکیبی انتخاب شد که آقای رئیسی باید از اون ترکیب می بیرون در عین حال به صلاح تو هم بود با شرایط کرونا بالاخره همه جا مشارکت ها کم بود اومدن حتی یه کار دیگه ای کردن تمام شوراهای گذشته رو رد صلاحیت کردن یعنی شوراها میدونید همزمان وقتی میشه با انتخابات ریاست جمهوری اینا میان برای خود دوره های ریاست جمهوری رای جمع میکنن یعنی تو محلات میشینن اینها برای ریاست جمهوری رای جمع میکنن وقتی صندوق یکی میشه دیگه نمیگن چند نفر ریاست جمهوری شرکت کردن چند نفر به هر حال اومدن اونها رو هم رد به صلاحیت کردن عرض کامل من اینه ما داریم پایگاه مردمی رو تضعیف میکنیم و متاسفانه تریبون در اختیار یک سری انسانهایی قرار میگیره که اصلا تخصصی از کار رسانه ای ندارن مثل همین بلواهایی که چند روز گذشته سر یک حرف اون خانومی گفت که مملکت مال اینا اونا در حالی که مجبور میشه خود آقای خامنه ای بیاد اینو اصلاح کنه بگه مملکت مال همه من همه رو دوست دارم و هی رجوع بشه مگه یک نفر جور چند نفر میتونه بکشه و این پایگاه اجتماعی رو ما داریم کم کم تضعیفش میکنیم یعنی این شده یه پاشنه آشیلی برای ما که دشمن همچنان داره روش سرمایه گذاری میکنه و همچنان ما بد عمل میکنیم داریم نخبه های رسانه ایمون رو حزم میکنیم به دست خودمون و میفته دست یک سری آدمایی که متاسفانه صلاحیت نشستن روی یه سری صندلی ها رو ندارن این نقطه خطریه که من احساس میکنم و این باعث میشه که یک سری بحثایی بشن بیان بتونن از این آب گلالود ماهی بگیرن و یه نکته شما میفرمایید جمهوری اسلامی کاراش همیشه غیر رسانه ای انجام میده ولی به نظر من یک سری از این کارها آمدن باید رسانه ای انجام بشه تا این پایگاه مردمی داخلی از بین نره من با طیفی که یه چند درصدی هستن سیاه هم یه چند درصدی هستن سفید هستن یه سری ها هر چقدر این جمهوری اسلامی عمل داشته باشه تایید می کنن یک سری هر عملکردی داشته باشه تکذیب کنن من با این دو تا تیف کار ندارم با این تیف خاکستری کار دارم که شایعات روی اینها تاثیر میذاره این صحبت ها روی اینها تاثیر میذاره و اونها نقطه ای هستن که ایجاد خطر میکنن و باید برای اینها خوراک رسانی صحیحی تهیه بشه زمین تشکر از شما نظر شما رو دوست دارم در این رابطه بدونم بعد شما سپاس گذارم البته من یه نکته بگم آقای هور ببین یک روند و نقطه نبینیم مثلا اون خانومی که اومد توی صدا ما گفت سراسما ما ایران مال حزب اللهی ها هم هست ببینید چی بود قضیه من معتقدم این سخن از اینجا اومد وقتی که شما نگاه میکنید مثلا آقای امیر حسین ثابتی برای دانشگاه تهران انتخاب شد بعد بودن اساتید دیگه مثل حاج سعید حدادیان حد یه حجمه رسانه ای رفت که این ارزشی ها رو اووردن اینجا انگار که اینا بی سوادان مطلق و دانشگاه ارث پدری آن دسته است مال اینام هست جامعه دانشگاه سهم اینام هست سهم این بخش هم هست چرا اونجا رو سند میزنید به نام خودتون کی گفت اونجا فقط مال شما هست شما مگه رفتید مقالات آقای سعید حدادی یا امیر حسین ثابت رو ببینید یا سطح علمیشون رو میدونید اطلاع دارید ندارید منم ندارم ولی مال اینا هم هست چرا اینا بیان تو دانشگاه بعد مسخره شه شماها هم دید؟ شما که کلتون سه تا خط توییت و استوری دیگه ما که ندیدیم که اینجوری هم ببینیم قضیه ببین اون خانم با, این روندی که در دو ماه گذشته پمپاج رسانه‌ای که شد. من من اصلا موازه اون خانم تایید نمی‌کنم من اصلا نگاه هم میخوام بگم با اینکه دیگه هم ببینیم دیگه با اینکه دیگه رسانه همینه جوری القا کردن که این خانم گفته مملکت مال حزب الله در حالی که گفت مملکت مال حزب ها هم هست چرا فقط آقای مثلا آقای ابتهی و فلانی باید بیان ما این بده بعد آقای ده. با آقای پور میگن همه چیز دان یعنی چی تمسخر بچه‌ست زدن بولی کردن کی گفته فقط حق اونهاست دانشگاه استادی دانشگاه فقط حق اون شما الان توی دو سه دهه گذشته که فقط اون تفکر استاد دانشگاه معرفی می کرد برید وضعیت دانشجوهای ما رو ببینید کجا کجا استادن این چیزی که خودشون ازام میکنن میگن دانشگاه ما علاوه علمی توی کلیت ماجرا سطح خوبی ندارن دیگه تو کلیت خودشون دارن نظام میکنن چرا اونجوری نگاه نمی کنیم چی گفته حق شماست همه چی که چه که جریان دیگه ای که شما باش مخالف هستید بیاد اسمش رو خالص سازی اه. مگه الان ما کلا پنج تا استاد دانشگاه داریم ما بالای هزار و اندی استاد دانشگاه کشور داریم دی نهایت دانشگاه داریم ما تو این کشور تو هر شهری ده بیست دانشگاه هست چند صد استاد دانشگاه میشه چند تا رشته داریم شما یه ضرب بزنید ببینید مثلا چهار تا پنج تا شش هزار تا استاد دانشگاه داریم چهار تا دا استاد دانشگاه عوض شدن چهار تا از این تیف اومدن شد خالص سازی اسمش شد مملکت مال حزب الله خب مال شما خب بیاد, بیاد اینجا تقارن ایجاد کنیم بذار همه گفتمان ها توی دانشگاه باشن چطور استاد شما آقای زیبا کلام باید مواضع سیاسی شو تو کلاس درس بیاره اون وقت حاج سید حدادی مواضع سیاسی شو تو کلاس درس نیاره آها اینجا میشه خالص سازی اونجا ارث پدری شماست اینجا اینجا میشه خالص سازی نه من نمیپذیرم من نمیپذیرم اتفاقا دانشگاه پویای که امیر حسین ثابتی حاج سعید یا هم داخلش باشن اساتید شما هم باشن اون دانشگاه بالانس اتفاقا اون دانشگاه بالانس اما در تو رسانه خب ببینید جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما با این بزرگیش این همه کارمندش این همه برنامه و شبکه 4000 میلیارد تومان بودجه داره فقط من تو 1500 میلیارد تومان بودجهش کلا 50 تا کارمند نداره بعد مناطق تو یه ای که شما میاد یه سیاست بهش میدید آقا ایرانو بزن اون 50 تا اون 1 میلیون دلار در 1500 میلیارد تومان سالانه در راستای این سیاست تکلیفش معلومه شما یه صدا و سیما داری با 4000 میلیارد تومان با کلی شبکه و کلی کارمند که باید همه کار بکنه ورزشی بره بره سهمیه پخش بگیره لیگ های مختلف سریال بسازه برنامه های مستند بسازه او همه اینا چهارزا میلیارد تومن خب معلومه میبازیم پول میخواد پول میخواد و شما با شبکه های در مقابل ایران رو راستید که یک دستن یعنی تک سیاستان من تو ایجاد شده کل برنامه شه مستند میخواد بره چه سیاسی و ارزشی اینترنشنال زده ایران و سلام یه سیاست مش سراسیمای ما اینجوری نیست که ما نمیتونیم با ترازوی معناتو یا اینترنشنال صدا خودمون رو بسنجیم شما یه صدا درست کن 1500 میلیارد تومن بهش بودجه بده 90 تا کارمن بگو صبح تا شب عربستانو بکوب ببین اون وقت ایران قشنگتر میزنه یا اینترنشنال باز ما باید نگاه مو ورود کردن به صدا در قالب فعالیت های باشه سراسیما یک شبکه بسیار عظیمه از بی نهایت موضوعات و مختلف که میشه ایران همه وزارت خونه ها همه دستگاه آموزش و پرورش به بعد تو همه چی برنامه داشته باشه این رو هم لحاظ کنیم که متعجب باشیم قیاس اینها با هم اشتباه خیلی طولانی نشه یک ساعتی از در خدمتون هستم میان وعده روز هست روز کاری و اجازه میخوام گفتگو رو همینجا تمام کنم امیدوارم مفید بوده باشه تا گفتگوی بعدی روی ماه تک تکتون رو میبوسم آرزوی بهترین ها رو براتون دارم آینده ایران همیشه ایران برای ایران.